سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا خوشحالم که در خدمتتون هستم امروز روزیه که به هر حال مقدمات ریاست جمهوری اسلامی مجددن تغییر پیدا میکنه و آقای رئیسی یا جایگزین آقای روحانی میشن آقای روحانی که من فکر میکنم در این و سه سال گذشته شاید بشه در موردش عنوان کرد که شیادترین امنیتی این حکومت بوده و وقتی که نگاه به کارنامش میکنیم وقتی که به اون خنده های تحقیرآمیزش نگاه میکنیم وقتی که به دستاوردهای حکومتش نگاه میکنیم واقعا هر کسی رو که حتی وابستگی به جمهوری اسلامی هم داره متنفر میکنه از این شخصیت شخصیتی که میشه گفت منفورترینه درسته که به هر حال حالا به بحث آقای خامنه ای ره بر جمهوری اسلامی آقای خمینی و دستن در کارانشون در این هزار خورده نفری که در این چهل دو سه ساله انان مملکت رو در اختیار داشتند و ایران رو به این ویرانه تبدیل کردند با همدیگه تفاوت آنچنانی نداره وقتی که نگاه میکنیم فریبکاری آقای خاتمی رو و این شیادی آقای روحانی رو وقتی به این هشت سال گذشته نگاه میکنیم که خیلی تلاش دارم در موردش یه صحبتی رو بکنم ولی امروز نه نگاه بکنیم که بزرگترین دستاوردها چی بوده اگر به وضعیت اقتصادی مردم امروز نگاه بکنیم اگر به آمارهایی که خود حکومتی ها میدن که بیشتر از 60 درصد مردم در انتظار همون یارانه هستند نون قرضی دارن دیگه نون, نون رو هم در سفرشون دیگه وجود نداره وقتی نگاه بکنیم که تا سال دوم دوره اول آقای روحانی خود آقای روحانی یارانه بگیر بود وقتی نگاه بکنیم به قارت هایی که در این هشت ساله به خصوص انجام شد وقتی نگاه بکنیم به دستاورد دیگری که ده، 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 کرونا بود و امروز بر اساس صحبت های حکومتی در انتظار این باید باشیم که روزانه در تهران فقط 600 نفر و باز در انتظار این باشیم که روزانه تا 800 نفر جان خودشون از دست بدن وقتی نگاه میکنیم به گفته خود آقای روحانی که میگه آرشیو هستهی ایران رو اسرائیلی ها دزدیدند و وقتی نگاه میکنیم به آخرین آماده باشی که در حکومت آقای روحانی به وجود آمد در رابطه با کرونا اون هم آماده باش بهشت زهرا بود آماده باش بهشت زهرا که حالا امروز دیگه نه تنها بیمارستان ها جایی رو ندارند و در یک مرحله بحران شدید قرار دارند بلکه بهش زهرا هم جایی رو نداره برای بله، ولی بحث مفصلی است و من واردش نمیخوام بشم چون بحث مهمتری رو امروز میخواستم در خدمتتون مطرح بکنم ولی در همین رابطه اگر برگردیم به مراسم تحلیف آقای رئیسی و نگاه بکنیم و به موقعیت ایشون میبینیم که به هر حال آقای رئیسی داره در یک بحران کامل آینده ریاست جمهوری اسلامی خودش رو آغاز میکنه در این بحران چگونه باید برخورد بکنه چگونه میتونه اون هم دچار توهم نشه که فکر بکنه رئیس جمهور معنی داره در حکومت اسلامی من فقط یک هشدار رو مطرح میکنم کاری رو که در طی این چهار دهه همیشه در رابطه با رؤسای جمهوری که میخواستن کار خودشون رو آغاز بکنن مطرح کردم اون این بوده که بیاید اگر مردم عادی شخ... خیلی ها این صحبت من رو بارها شنیدن بیایید اگر مردم عادی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نمیخونند، حداقل اونهایی که کاندیدای ریاست جمهوری و منتصب شده ریاست جمهوری هستند حداقل قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونن ببینن که برای چی این همه تلاش میکنن این همه هزینه میکنن این همه مردم رو بدبختی میکشونن که رئیس جمهور بشن چه اختیاراتی دارن پیشنهاد میکنم به همین آقای رئیسی که حالا میخواد که از یکی دو روز دیگه کارش رو آغاز بکنه آقای خامنه ای هم عجله دارن که زودتر دولتش تشکیل بشه وزرای خودشون رو انتخاب بکنن و بدبختی مردم رو ادامه بدن بیایید همینجا نگاه بکنید آقای رئیسی اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بخونید بخونید ببینید که چه اختیاری توی این دوران ریاست جمهوری خواهید داشت من باز اصل 110 رو جلوی خودم باز کردم اصل 110 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف و اختیارات رهبر چند نکتهش بیشتر نمیخونم شما اگر ببینید این یازده بند داره و در بند در اولش میبینیم که به هر حال تعداد زیادی تبصره درش هست ولی تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مسلحت نظام نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام فرمان همه پرسی که وجود خارجی نداره فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها نصب و عزل و قبول استعفا فقه های شورای نگهبان رئیس سازمان صدا و سیما فرمانده کل سپاه پاسداران فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه امضای حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور پس از پس از انتخاب مردم یعنی پس از این که ما خودمون انتصاب کردیم باز دوباره آقای خامنه ای هم باید این کار بکنن ازل رئیس جمهور خب حالا اگر که از این به بعد رو نگاه بکنیم میرسیم به اصل 113 به بعد که وظایف رئیس جمهور خواهش میکنم این رو مردم عادی هم بهش نگاه بکنن ببینن که نقش رئیس جمهور چیه حتی وقتی سفرهای خارجی رو میخواد بپذیره همه سفرا رو بهش اهمیتی نمیدن که بیان به حضور رئیس جمهور بعضی از اینها که جایگاه خاصی دارن باید برن خدمت رهبر میخوام بگم که چه تفاوتی میتونه بکنه و چه تفاوتی وجود داره که هیچ تفاوتی وجود نداره ولی مهمترین مسئله در اینجا اینه که این بحث رو به این شکل من میبندم که اگر کسی با عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی انتخاب میشه انتصاب میشه باید بتونه پاسخگویی به مردم داشته باشه دفعه پیش هم توی صحبتم هم کردم بحث پاسخگویی به مردم نه تنها از هیچ یک از این عناصر حکومتی بر نمیاد از حضرت محمد و حضرت علی و امام زمان و غیره و غیره هم بر نمیاد این گردابیه که جمهوری اسلامی در این چهار دهه به وجود آورده مهمترین مسئله ای که امروز بر مردم رو دچار یک اختشاش فکری کرده بحثیه که اینها میخوان اینترنت ملی به وجود بیارن شاید اصلا ندونن معنی اینترنت چیه شاید اصلا ندونن که تاریخ این سه چهار دهه اخیر که بحث اینترنت وجود داره از کجا آغاز شده اینترنت یعنی چی آیا این امکان وجود داره آیا میشه اینترنت رو حذف کرد یا به قول خودشون زیر نظر قرار داد که بتونن هر کاری رو انجام بدن یک مطلبی رو خوندم و توصیه میکنم که حتما ببینید امیدوارم بتونم بذارم زیر همین صحبتم هم در رابطه با اینترنت جهانی هم در رابطه با این مقاله ای که مال یک دوست نادیده ای هست در داخل ایران که در این رابطه مطلبی رو نوشته منتشر کرده به نام آقای محسن خیمه دوست تحت این عنوان که چرا نمیتونیم اینترنت رو حذف یا محدود بکنیم این رو ببینید آقای محسن خیمدوز دوز از اینترنت به عنوان مغز دوم بشر نام میبره و در همین زمینه بحث هایی رو مطرح میکنه که به نظر من اصلی ترینه خیلی مفصل خیلی علمی خیلی قابل ارزش این مقاله ولی نکته که برای من مهمه سوالیه که وجود داره آیا در این دوران اینترنت جمهوری اسلامی مقامات امنیتی همه اینها توانستند که محدودیتی رو به وجود بیارن و بلا فاصله فیلتر شکنش به وجود نیاد اینجا بحث اصلی است اینجا بحثیه که یک تنه جمهوری اسلامی میخواد با پیشرفت های علمی دنیا بکنه دشمنی یک طرفه با تمام دنیا با هشت میلیارد جمعیت دنیا اینجاست که مسئله هستش که آیا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست آقای محسن خیمدوز دوز نکته جالبی رو مطرح کردن که در مجلس این طرح به تصویب رسیده اون 121 نفر نماینده ای که این رو تصویب کردن آیا نماینده مردم بودند آیا نماینده این 80 میلیون نفر بودند یا این که اصلا با این 80 میلیون نفر جمعیت اصلا کاری نداشتند این 80 و چند میلیون جمعیت خواهان اینترنت هستند و اونها دشمن اینترنت هستند و نماینده نه نماینده مردم ببینید فقط این رو بخوام بگم چنین چیزی غیر ممکنه بدونید نگران نباشید اینترنت آزاد جهانی داره به وجود میاد و اون اینه که هر لحظه ای این امکان هستش که اصلا نیاز دیگه به هزینه کردن مردم هم نباشه در این رابطه مشخص به طور روشن با خدمتتون رو میگم با اینترنت نمیشه شوخی کرد ولی اون کسانی که اون مغزهای جوان ایرانی که در داخل ایران هستند و آینده ایران متعلق به اونهاست قدرتی رو دارند که هیچ یک از این نمایندگان رو نمیدونم رهبر و غیره و غیره و, غیر و سپاه و بسیج نداره اون قدرت قدرت اکتشاف قدرت فیلتر شکنی است قدرت برگردوندن اینترنت به ایران روی جوانانمون حساب بکنیم همونطوری که من حساب میکنم و اعتماد کامل دارم سپاس بزارم.